سلام. بامداد امروز صدها موشک بالستیک، کروز و پهپاد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع مشخص شده در سرزمین‌های اشغالی شلیک شد. حمله ایران با ارسال صدها پهپاد آغاز شد و دقایقی بعد از رسیدن اولین موج پهپادها، موشک‌های بالستیکی که هنوز نو و کلاس اونها اعلام نشده به مواضع مشخص شده در شمال و جنوب سرزمین‌های اشغالی رسیدند. یکی از نقاطی که به طور مشخص مورد حمله قرار گرفت، پایگاه هوایی نواتیم در جنوب سرزمین اشغالی بود که فیلم‌های متعددی از اصابت موشک‌ها به اون در فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد. برخی از کاربران عبری هم فیلم‌های مربوط به اصابت موشک در نقاط مختلف تل‌آویو رو هم در فضای مجازی منتشر کردند. رژیم صهیونیستی اما مدت کوتاهی بعد از تمام شدن حملات ایران تلاش کرد با کم اهمیت جلوه دادن این حملات، تبعاتی که برای خودش و افکار عمومی در مناطق اشغالی داشت رو کاهش بده. رژیم صهیونیستی مدعی شده که تنها تعداد انگشت شماری از موشک‌ها به اهدافشون اصابت کردند، این در حالیه که موشک‌های اصابت شده در فیلم‌هایی که مورد تایید قرار گرفتن آمار بیشتری رو نسبت به آنچه که ارتش اسرائیل مطرح کرده نشون میدن. استراتژی کم اهمیت جلوه دادن یکی از راه‌هایی که در 6 ماه اخیر خصوصا توسط ارتش اسرائیل و آمریکا مورد توجه زیادی قرار گرفته و با تکیه بر جوسازی رسانه‌ای همون رو بر عرصه ظهور رسوندن. باید در نظر داشت که با توجه به عدم وجود اصل غافلگیری، آماده باش 100% اسرائیل، مشارکت کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس در رهگیری پهپادها و موشک‌های ارسال شده، اصابت هر تعداد از موشک‌ها به عمق مواضع این رژیم میتونه اتفاق مهم و قابل توجهی باشه. در ساعات بعد از حمله مهم ایران به رژیم صهیونیستی، باید مراقب جوسازی‌های رسانه‌های صهیونیستی برای کم اهمیت جلوه دادن این رویداد مهم، یعنی تنبیه اسرائیل باشیم.